بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر الزمان سلام عرضی عدب دارم خدمت یکایی که شما بینندگان تلویزیونی حادی امیدوارم در هر جای دنیا که هستید صحتمند و سرحال باشید تا عبادت شما قبول درگاه حق باشد و ما را از دای خیلیتان فراموش نکنید الحمدلله باز هم توفیق یافتیم که از طریق شبکه حادی تیوی یا شبکه امام حادی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در خدمت شما خوبان و بینندگان عزیز شبکه حادی باشیم امیدوارم که عزیزان ما صحتمند باشید و برنامه ما را تا آخر بیننده باشین با احترام با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شیخ موسی ریزایی هستیم شیخنا سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمدید به برنامه امشب ما و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته بنده هم خوشحالم و خوشبختم از اینکه در برنامه خوب شبکه جهانی امام هادی علیه السلام خدمت شما و بینندگان محترم این شبکه ورزین هستم سلامت باشین تشکر میکنم از شما از که دعوت ما پذیرفتید و وقت زانه در اختیار ما قرار دادین بینندگان عزیز ایام هست در طبق تقویم ایام تقویم ایام متعلق است به این روزا روز دانش آموز و حقوق دانش آموز و متعلمین امشب برنامه به وقت بیداری را موضوعش اختصاص دادیم به حقوق متعلمین از نگاه رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام که انشاءالله در خدمت شما خوبان خواهیم بود جناب استاد همونطور که عرض کردم برنامه امشب رو ما اختصاص دادیم به بررسی حقوق متعلمین از رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام لطف کنید قبل از این که وارد اصل موضوع شیم در مورد حقوق متعلمین یا دانش آموزان برای ما اکثر توضیحات رو اینت فرمایید اعوذ با. بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین این و هو خیر ناصرین و معین اللهم وفقنا و جمیع المؤمنین ببینید حقوق دانش آموزان یا حقوق متعلمین مبتنی هست بر اینه که ما چه برداشتی و چه ارزشی برای علم و علم آموزی قائل هستیم و با توجه به این که علم جایگاهش در جامعه اسلامی یک جایگاه بسیار بلند و رفیع هست که وقت نگاه میکنیم خداوند متعال در قرآن کریم جایگاه علم و عالمان را بسیار ویژه و بالا قرار داده بله. و همینطور در روایات در مورد علم و علم آموزی بله. بسیار تکید فراوان شده است بله. خب با توجه به این مسئله وقتی نگاه میکنیم خداوند بزرگ متعال برای کسانی که در مسیر علم قرار می‌گیرند یک جایگاه بسیار ویژه در نظر گرفته است که در زبان روایات ما شما داریم که کسی که در مسیر علم و سواد آموزی قدم برمی‌دارد فرشتگان را خداوند بزرگ متعال مأمور می‌کند تا بالهایش را زیر قدم دانش آموز و متعلم قرار بدهد خب شما فرمودین که در رابطه با حقوق متعلمین و دانش آموزان از رساله حقوق جامع و زیبای امام سجاد علیه السلام و سلام برای ما توضیحات را بفرمایید خب حقیقتا و واقعا یکی از رساله های جامع حقوقی همین رساله آقا امام سجاد علیه السلام هست که در حدود 52 تا حق را حضرت امام سجاد علیه السلام در اونجا مطرح نموده است که از جمله این حقوق در رابطه با حقوق متعلمین و شاگردان هم هست که امام سجاد علیه السلام اونجا حقوق متعلمین رو بسیار زیبا بیان میکنه یعنی متعلمین رو در یک جایگاه بسیار ویژه و جایگاه مهمی قرار میدهد و این حق را متوجه میکنه به استاد دانش آموز یا معلم دانش آموز البته انشاءالله بحث خواهیم کرد که ما برای دانش آموز دو نوع حق قائلیم حقی که به خانواده دانش آموز برمیگرده و حقی که به استاد دانش آموز برمیگرده در رابطه با اینجا که امام سجاد علیه السلام بحث کرده فقط این حق را متوجه استادش قرار داده. اینجا امام علی علیه السلام با توجه به اختلاف نسخه ها در بعضی از نسخه ها حق 19 در بعضی از نسخه ها حق 20 و در بعضی از نسخه ها هم حق 21 الی 22 بله المهم بله حضرت میفرماید و اما حق که بالعلم ای معلم ای کسی که آموزگار شدی برای یک دست دانش آموزان اینها رعیت شما تابع شما در فراگیری علم هستن و حقی دارند به گردن شما خب فان تعلم ان الله عز وجل اینو باید بدانید شما آی آموزگار آی استاد بزرگوار انما جعلک قیما لهم فیما آتاک من العلم میگه جایگاه خودت رو درک کنی جناب استاد جناب معلم اینه که خداوند بزرگ و متعال برای شما یک جایگاهی داده که شما را قیم قرار داده شما سرپرست کی باشین؟ سرپرست این متعلم و رعیت در علم بود باشی برای شاگردان فان تعلم ان الله عز وجل انما جعلك قیما قیم همون سرپرست رو میگه که شما وقتی به اینها درس میدی به از اینها سرپرستی بکنی فی ما آتاک من العلم در مورد چی قیم و سرپرست باشی در مورد اون مقدار از علمی که برای شما داده شده تا شما این علم رو برای اینها منتقل بکنی و فتح لک من خزائنه و خداوند بزرگ متعال برای تو خزائن علمش رو باز کرده توفیق پیدا کردی که از خزائن علم بهره ببری خیلی خوب تا اینجا مقدمه است برای اینکه اصل حق را امام سجاد علیه السلام اینجا بیان بکنه فاین فا احسنت فی تعلیم الناس اگر شما در تعلیم اون رعیت علمی خودت در رعیت در تعلیم رعیت علمی و همون دانش, جا دانش, جا دانش آموزان و شاگردان خودت شما یک رویش حسنه ای را پیش رو گرفتی با روش حسنه برای اینها تدریس کردی و علم آموختی ولم تخرق ببینید بله. حسن حسنه رویش حسنه در مقابل چی روش غیر حسنه یا من رویش عصبیته بله. در اینجا امام تعبیر میکنه که اگر شما از این رویش نیکو به کار گرفتی ولم تخرق تخرق اینه درشتی نکردی عصبانیت به خرج ندادی ولم تزجره و خشمگین هم نشدی چون واقعا مقام آموزگاری و وظیفه آموزگاری یک وظیفه مقدسی هست که بسیار صبوری و حوصله به کار داره شما تصور کن در یک کلاسی قرار داری که آموزش آ آ آ آموزگاران آموزگاران ابتدایی هم هستن بدون هیچ گونه روش پروریش اینها آمدن در یک کلاس قرار گرفتن و شما هم وظیفه در اینها رو چکار کنی پروریش بید. پرورش بدی و بسیار سخته دلاته. که دلاته. انسان آره بسیار سخت است که انسان چکار کنه و اینها را با روش نیکو پرورش بده رضا امام سجاد علیه السلام و سلام میفرمایند شما بین دو راه قرار داری راه اول روش نیکو و حسن است راه دوم اینه که شما خشمگین بشی ما اگر راه نیکو و حسن را پیش بگیری به عنوان آموزگار به عنوان معلم خدای متعال باز هم برای ما شما پاداش بزرگ و عظیم عطا خواهد کرد اگر خدایی نکرده اگر خدایی نکرده از روش عصبیت از روش بدی با این آموزگاران برخورد بکنیم باز هم نتیجه و تالی بسیار فاسدی داره درست تالی بسیار بدی داره که اینجا حضرت ذکر میکنه ف این احسنت فی تعلیم الناس ولم تخرق درشتی نکردی با عصبانیت با اینها برخورد نکردی ولم تزجره علیهم اینها رو خب زیر تحت فشار خشم خودت قرار ندادی زادک الله من فضله خدای متعال در مقابل این روش حسنه ای که شما برای بکارگیری آموزش و پرورش آموزگاران به کار میگیری خداوند متعال از فضل خودش برای شما خب عطا خواهد کرد برای شما یعنی بر علم شما افزوده خواهد تا به علم شما برکت عطا خواهد شد بله حالا گفتیم که دو تا راه هست راه حسنه و راه غیر حسنه و این منعت الناس علمک اما بلی. طرف خودش یک معلم یک آموزگار به جایی رسیده به یک جایگاه رسیده یک چیزی را میدانه اما در آموزش دادن به آموزگارانش چکار میکنه بخیلی میکنه داشته های علمی خودش رو پنهان میکنه تا اونجایی که باید تلاش کنه کوشش کنه این آم، آموخته ها رو منتقل کنه به دانش آموزان بخیلی میکنه کوتاهی میکنه اه. او خرقت عند طلبهم شاگردی آموزگار شما سؤال از شما سوال کرد استاد پیرامون این موضوع علمی برای ما توضیح بدی بله. شما عصبانی شدی شما خشمگین شدی پرخاش کردی بله. جواب درست ندادی فرمایند که او خرقت عند طلبهم العلم منک کان حقا علی الله عز وجل خداوند متعال حق داره همونطوری که این علم به فضل او و به عنایت او برای تو داده شده او را شما پس ان یسلی بکل علم و بها ابو. الله اکبر. یعنی که این علم را از شما سلب بکنه و بها و نور این علم را چکار کنه هم از شما بگیره فقط باقی بمانه یک سری محفوظات و یک سری از چیزهایی که نه نور داره نه اثر یا یک, نوع، یک مقدار از اطلاعات بس بس اطلاعات عمومی بالاخره شما داشته باشین ولی بله. این علم واقعی را خداوند متعال شما بگیره بله. و نورش هم بگیره و یسقط من القلوب محلک دو تا تبعات بسیار بد داره اگر کسی با بد رفتاری به شاگردانش و آموزگارانش علم بیامازه یک خداوند فضلش روزش میگیره دو جایگاه این معلم از قلوب مردم چی میشه سکوت میکنه از بین میره بله بسیار علی تشکر می کنم از شما جناب استاد عزیزان ما یک میان برنامه داریم بعد از میان برنامه باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم با ادامه این موضوع بسیار شیرین که بدون شک همه ما نیاز داریم برای شنیدن این بیانات ارزشمند امام سجاد علیه السلام که در رساله حقوقی رساله که بفرموده جناب استاد جامعه ترین رساله حقوقی میتونه باشه همه ما به این قضیه طبعا نیاز داریم ان بعد از یک من برنامه کوتاه در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیونی هادی امیدوارم که همچنان برنامه ما را بیننده باشین قبل از اینکه ما سراغ ادامه برنامه برم از جناب استاد خواهش میکنم که جنبندی سوال اول که همون بررسی حقوق متعلمین بود رو خدمت ازان تقدیم بکنن و تا بپردازیم به ادامه برنامه بله. خدمت شما عرض شود جناب علوی بزرگوار که ما از این متنی رساله که اینجا به عنوان حق دانش آموز امام سجاد علیه السلام مطرح میکنه چند نکته بله. رو ما برداشت میکنیم نکته بله. اول اینی که معلم همونطور که حضرت تعبیر کرد به قیم بله. قیم سرپرسته معلم سرپرست علمیه بله. سرپرست علمی باید دارای یک سری ویژگی ها و شایستگی باشه بله. و باید امین باشه باید چی باشه؟ باید متدین باشه این نکته اول بله. نکته دوم حضرت اونجا فرمود و فتح لک من خزائنه اینجا که هست معلم خزاندار و کلیددار علمه بله پس کوشش بکنه خزاندار خوب باشه و علم را به اهلش بیاموزه بله نکته دوم نکته سوم اینه که معلم در آموزش دادن علم باید خلوص نیت داشته باشه خالصا لله علم رو منتقل بکنه به دانش آموزا بله اگر به خاطر اغراض دنیوی باشه خب همین مسئله منتقل میشه به شاگرد و دانش آموز دانش آموز فردا کپی یک معلم تربیت میشه که دیدگاه او و نگاه او به طرف علم یک دیدگاه تجاری و مالی است نه دیدگاه گسترش سواد و علم آموزی علم باشه بله, بله. نقطه ج... اه... چهارمی که ما از اینجا برداشت میکنیم اینه که نباید از پخش و نشر علم معلم و آموزگار جلوگیری بکنه تا توان داره باید در پخش و نشر علم برای دیگران طوری که روایت داریم که زکات العلم نشر رو زکات علم نشر اوست تلاش داشته باشه نکته پنجم خدمت شما کنم که این تعلیم باید با روش بسیار نیکو و روش بسیار ساده و آسان در در بین شاگردان انجام بگیره نه این که از روش های بسیار سخت از رویش هایی که ارزم شما فهمش برای شاگردان ناممکن باشه نکته ششومه که ما از این فرمایشات امام سجاد علیه السلام برداشت میکنیم اینه که در کلاس درس و در سنف و در برخورد با شاگردان از عصبانیت پرهیز بکنه پرهیز بله عصبانیت یک چیز هست که مثل آتشه یعنی آتش نابود میکنه عصبانیت هم نابود میکنه انگیزه شاگرد را استعداد شاگرد را اون آینده شاگرد را ولی باید از عصبانیت خودش خصوص شاگردی که در سنی نوجوانی باشه خب بدون شک یک غرور و یک جایگاه احسن. بر خودش قائل هست بله بله بسیار علی تشکر میکنم از شما جناب استاد بپردازیم به ادامه همین موضوع که فرمودین بس انگیزه مطرح شد انگیزه برای شاگرد ما در اصر قرار داریم که امروز تهاجم فرهنگی خیلی زیاد هست فضای مجازی آمده وقت مردم تلف میشه وقت دانش آموز تلف میشه شاید مثل گذشته نیست که وقتی که از مدرسه یا مکتب بیای به خانه تمام تمرکزش روی کار خانگیش باشه یا روی وظیفه که معلم برش انجام دستور داده بر انجام دادنش باشه و یا امثال اینها ولی خب امروزه این انگیزه از بین رفته چون بدون شک قدیما در نه چندان دور همین دهه گذشته حتی شاید کسی که درس خوب میخوان در بین مردم هم یک جایگاه خوبی داشت و یک فعلا تقریبا عادی سازی شده به دلیل از که شاید دانش آموزا هم وقتشان بیشتر تلف میشه برای ایجاد انگیزه در وجود دانش آموز علال خصوص در شرایط فعلی چه راهکاری وجود داره بفرمایید که چه کار بکنیم که دانش آموزان ایجاد انگیزه قوی تر داشته باشه برای آموختن علم بسیار سوال خوب رو مطرح کرده جناب علاوی بزرگوار ایجاد انگیزه از چند اه... بود میشه که ما اینو مطرح بکنیم ایجاد بهم. انگیزه توسط والدین برای شاگرد ایجاد انگیزه توسط استاد برای شاگرد و آموزگار که من چند نکته رو عرض میکنم اینجا و هر دو تا رو میتونه والدین به کار بگیره بهم. تا یک انگیزه خوبی برای یک آموزگار ایجاد شود، علم فرا بگیره و سراغ علم و پرورش بره عامل اول برای ایجاد انگیزه کردن در ذهن یک آموزگار ایجاد معرفت نسبت به علم ما, ما، یا به اصطلاح والدین آموزگار و استاد ده. کاری بکنه که یک شناختی زیبا از علم برای آموزگار ارائه بکنه چون نیت خوب ایجاد بله. بله تا زمان ای... انسان تا زمانی که چیزی را نشناسه اون کار را انجام ده. نمیده لذا توی روایت داره میفرماید الانسان و عدو و ما جهل و به انسان دشمن او چیزیه که در موردش اطلاعات نداره در موردش معرفت نداره پس قدم اول برای ایجاد انگیزه چیه؟ ایجاد معرفت علم رو بشناسه فواید علم رو برایش بازگو کنه انسان بله. عالم جایگاهش در بین جامعه بشری چیه؟ بله. شما اگر در الان درس بخوانی یک رشته خوب را انتخاب بکنی یک مهندس بشوی و یک دکتر خوب بشوی جایگاه تو در آینده چیه از هر نگاه از نظر اقتصادی از نظر احترام و جایگاه اجتماعی از هر نگاه برای ای ایجاد معرفت بکنه دوم بیان فضائل علم اصلا از آینده هیچ حرفی نگه خود علم را برای او معرفی بکنه علم چی چیزی هست و ارزم باعث شما در مورد علما برای او یک چی قرار بده یک الگو معرفی بکنه بگه بله. که شما اگر امروز درس بخوانی در آینده میشه کی بله. میشه فلان فلان شاید. معلم نمونه که البته باز با باز, باز مسج که اید, اید باز این نباشه که شما پدر شما با اید باشه که فردا شما شاید معلم بشه دکتر بین مثل دکتر شای که باز ما 20000 حقوق بگیری چی <تصفح> میدونم من دیگه ان شاء ان که بحث خواهیم کرد ولی باز انشان با اینجا که هست وقتی بخوایم ایجاد انگیزه کنیم همین باید جایگاه علم جایگاه علما را برای ایشان معرفی بکنیم آره. علت سوم و راه سوم ایجاد انگیزه در ذهن یک دانش آموز اینه که ما او را در آینده بگیم شما قرار یک مصدر عام خدمت به جامعه بشید یک خدمتگذار عام شمول بشی ببینید من وقتی که تعبیر به عام شمول میکنم، دلیلش چیه دلیلش اینه که انشان خب قرار به یک طایفه بزرگ از جامعه خدمت کنه البته یک انسان بی سواد میتونه خدمت بکنه اون تا خدمتش خدمت عام شمول نیست خدمتش خدمت محدوده بله. اما در عوض اگر یک انسان عالم فرهیخته باشه یک مرجع تقلید ببینید چه قدر خدمت میکنه خدمت علمی خدمت اجتماعی خدمت روحی خدمت معنوی بلد. یک دکتر متخصص یک مهندس خوب بلد. و همینطور در تمام رشته ها از راه علم میتونه به بشر خدمت بکنه از راه دانایی میتونه به بشر امروز تمام اون چه ترقی و پیشرفت ما مدیون چی هستیم مدیون علم هستیم اهل علم هستیم بله. بله. سومین راه ایجاد انگیزه در ذهن شاگرد اینه که ما ایشان را براش یک تصور نسبت باینده با ایجاد بکنیم که شما اگر علم بیاموزی، اگر انسان سوادی باشی، انسان فهمیده باشی، میتونی یک خدمتگزار شمولی برای جامعه بشری قرار بگیری. خب در اونجا ما عرض کردیم که فضائل علم و علما رو بگه. بله. ولی اینو باز نکردیم. من یکی دو تا روایت در مورد فضائل علم و فضائل بله. علما عرض میکنم بله. البته این تشویق هم در فضای خانه برای آموزگار صورت بگیره و هم در در فضای درسی و در فضای مدرسه روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست فضل العالم علی العابد 70 درجه فضل انسان عالم و فهمیده بر شخص عابد کسی که فقط کارش عبادت خدا رو میپرسته کار خوبیه بله کار حرامی نیست بل. ولی اگر بخوایم عالم را با عابد مقایسه کنیم در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید هفتاد درجه نسبت به عابد شان برتری داره حالا درجاتش چقدریه فاصله بین هر درجه چقدره <applause> مثلا یک پله ای که از این پله که ما شما میریم به طبقه دوم یا نه فرق میکنه این درجاتش حضرت این درجه را هم شرح میده بین کل درجتین حضر, حضر الفرس سبعین آم میگه سبعین درجه بین عالم و عابد فرقه ولیکن بین هر درجه دویدن یک اسب بدون قطعی بدون فاصله هفتاد بله. سال بده با تا بین هر درجه برس یعنی هفتاد درجه با این مقدار فاصله با چنین کیفیتی, بله. با چنین کیفیتی مقام و جایگاه عالم با عابد فرق میکنه آره بله. دلیلش چیه اینقدر این قدر فاصله و اینقدر جایگاه عظیم و بلنده که عالم داره میفرمایند که و ذالکه لان الشیطان یضع بدعته للناس میگه شیطان بدعت میره برای مردم در بین مردم عادی در بین مردم عام عالم العالم فیزيلوا ولی عالم انسان فهمیده انسان عالم میاد مردم را از این بدعت شیطان آگاهی میدهد و در نتیجه این بدعت از جامعه از بین میره چقدر خرافات در جامعه ما وجود داره در زمان صدر اسلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که آمدن خب اولین و بهترین معلم بشری بهترین معلم بشری وجود مبارک پیغمبر اکرم بود ایشان میگه که چقدر مبارزه کرد با خرافات ها با جهالت ها با کجربی ها بله کمر شیطان رو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شکست اون امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام در اون احوالات که خدمت شما عرض کنم وحی بر پیغمبر نازل میشد میگه که صدای فریاد و ناله شیطان رو میشنید بله. چرا چون پیغمبر آمده به عنوان یک معلم چکار کنه این بدعت ها را از بین ببره مردم را آگاه بکنه ولی میگه عابد یقبل علا عبادته عابد میگه که روی سجاده خودش نشسته کاری نمیکنه در مورد بدعت ها تنها کاری که میکنه درد خودش رو دوام میکنه برعکس عالم که درد همه رو دوام بدون شک عالمی که واسطه میشه برای رسیدن به خدا برای تعداد زیادی و عابد فقط خودش رو تلاش کنه که به ایزد منان وصل بکنم بله تشکر شما جناب استاد لذت بردیم از بیانات زیبایی حضرت عالی در خصوص این موضوع که ایجاد انگیزه در وجود دانش آموز یا متعلمین بود انشالله که پدران و مادران ما هم به توصیه های ائمه معصومین و آیات و روایات و همینطور گفته های علمای جلیل القدر انشالله دقت بکنن در خانه فضایی رو برای بچه هایشان ایجاد بکنن و بچه هایشان در مدارسی بفرستن که یک ایجاد انگیزه شود یک تشویق شود که در آینده انشالله جامعه با سوادتر و عالمتر رو داشته باشیم بینندگان عزیز من خدمت شما یاد شوم که پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری و تلویزیون هادی شماره مصبت 964 255 413 هست عزیزان میتونن از این طریق پیام هایشان از طریق واتساپ و برنامه های دیگر بر ما ارسال بکنن و نظرات و پیشنهاداتشان ما خوشحال میشیم که استفاده بکنیم از بیانات تک تک شما خوبان و عزیزان عزیزان یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان هستیم باید آن برنامه سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیزی تلویزیون هادی از شهر مقدس نجف اشرف امیدوارم که عزیزان همچنان برنامه ما را بیننده باشید جناب استاد اشارات داشتین در خصوص رسالت معلم که در بحث تعلم دانش آموزان بود که فرمودین باید به گونه دانش آموزان رو درس بدن که خب حال در کنارش اخلاق بیاموزه فقط بحث علم نباشه دوست داریم همین قضیه رو روشنتر بسازیم که آیا رسالت معلمین و وظیفه معلمین در قبال متعلمین فقط بیان همون موضوعی که در کتاب هست یا همون چیزی که در کتاب بیان شده همون را بیاموزنه یا ای که به غیر از اون معلومات ذهنی یا وظایف دیگه ای هم شاملش میشه که به غیر از اون چیزی که خودش داره و نکته بسیار مهم و اساسی جناب علوی عزیز اشاره فرمودید که امروزه جایش در خیلی از مدارس و مکاتب خالیه معمولا در مکاتب و مدارس روی دو نکته خیلی تاکید میکنن بله. شاگرده درسای خودش را خوب بخوانند بله. نکات بهداشتی و نظافت را خوب رعایت بکنند بله. ولی از نکته مهم و اساسی که نکته سوم قرار داره اکثرا غافله تربیت باشه. بحث تربیت و بحث اخلاق است خب این نکته سوم مهمتر است هم از اون لابلای اون کتاب مطالبی که در لابلای اون کتاب ها قرار داره مهمتر از اون کتاب هم هست مهمتر از نکات بهداشتی یا مهمتر از کلی چیز اصلاً، هدف تعلیم و آموزش شاگردان و دانش آموزان چیه؟ یعنی آشنا شدن با آداب اجتماعی, با, اجتماعی زندگی. با آداب زندگانی با آداب سالم زندگی که قرار در آینده ایشان یک کسی و یک زل مهم از جامعه قرار بگیره مثلاً، مثلا مهندسی می شود دکتوری می شود عالم دینی قرار بشود یعنی در هر عرصه ای که قدم بگذاره ایشان باید چکار بکنه؟ باید اول از اخلاق و رفتار کردار خوبی برخوردار باشه یه من فکر این قضیه اخلاق را یا همون تربیت سلیم را داشته باشه دیگه همون موارد مثل بهداشت و اینا را هم زیر مجموعش دقیقا میگیرن بله دقیقا ما اگر مدارس را خالی از این موضوع فکر بکنیم بله. اصلا جایگاه علم و جایگاه تعلیم تنزل پیدا میکنه ارزشش می یک معلمی آمده در مدرسه صرف به خاطر گرفتن معاش خودش بله. خب وقت خودش رو سپری میکنه و پس دوباره برمیگرده به کجا؟ به خانه شاگردان هم همین کار رو و چه بسا این کار در آینده فجایع خطرناک رو در پی شما نگاه کنید ما نمونه هایم داریم در تاریخ نمونه هایم داشتیم دکترایی بودن مهندسی بودن تحصیل کرده هایی بودن ولی اینها به جای اینکه بشر سود و فایده برسانند بله. برای بشر خطرات بزرگی را و بار آورده ببینید من یک نمونه ای را از یکی از دانشمندان بزرگ دنیا هست بله. شخصی دانشمند اتریشی به نام دکتر ویکتور فرانکل ایشان تنها فرد نجات یافته از کرههای های آدمسوزی نازه های آلمان بله. یعنی در اون صحنه ها و در اونجا بودن صحنه های بسیار بد ضد بشری رو اونجا ایشان دیده و تجربه کرده بعد نجات پیدا کرده ایشان یک رسالت یک نامه و رسالت بسیار زیبایی را برای معلمین جهان یک نامه را نوشته پخش کرده محلی. که این نامه را برای همه معلمینی که به شاگردان آموزش میدن باید برسانید و اینها بخوانند ایشان در کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید بله یعنی نمیگه که شما برای صرف یک سری معلومات و تعلیم این معلومات تلاش کنید میگه که برای انسان شدن دانش آموزان تلاش کنید و تلاش شما موجب تربیت جانوران دانشمند به. جانوران دانشمند جانوران دانشمند و بیماران روانی ماهر نشود خواندن نوشتن ریاضیات مهندس شدن انجینیر شدن فرمایند که زمان اهمیت پیدا میکند که به انسان شدن این کودکان و دانش, دانش آموزان کمک بکنه بدون شک بله همینطور پزیر شدن و مهندس شدن و متخصص شدن میفرماید کار سختی نیست با چند سوای درس خواندن و مدرسه رفتن و بعد وارد دانشگاه شدن آدم میشه چی؟ مهندس و دکتر و, و متخصص اینشا میفرماید بلکه انسان تربیت کردن کار بسیار دشوار و سختی هست اشان یک نامه نوشته خطاب به همه ی معلمین میگه که چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسان نباید ببینه در همون جایی که ایشان اونجا زندانی بوده دست نازیهای آلمان و خیلی از انسانها در اونجا خب نسل کشی شدن و از بین رفتن میگه من اتاقهای گازی را دیدم که توسط بهترین مهندسین تراهی میشد بهترین مهندسین برد. بهترین مهندسین برد. من پزشکان ماهری را دیدم که کودکان معصوم و بیگناه را به راحتی مسموم میکرد اینها پزشک بودن با لباس های بیمارستان و با لباس فرم دکتری می آمدن به راحتی تعداد زیادی از کودکان را مسموم میکرد من پرستاران کاربلد را دیدم که انسانها را با تزریق یک آمپول به قتل میرسند من فارغ تحصیلان دانشگاهی را دیدم که می توانستن انسان دیگری را براحتی در آتش بسوزانند این ایشان میگه که مجموع این دلایل مرا به آموزش مشکوک کرد جناب علوی عزیز <applause> میگه که وقتی من اینها را دیدم اینها همه تحصیل کردگان در مکتب و در دانشگاه و در مدرسه بودن اینها زیر دست یک معلمی درس خواندن مهندس اینقدر قسی قلب دکتر اینقدر قسی القلب آدم کش خالی از انسانیت لذایشان میگه که باید در هنگام آموزش و پرورش آموزگاران بر علاوه این که توجه به مزامن درسی بر علاوه این که به نکات بهداشتی توجه صورت میگیره در رابطه با اخلاق رفتار حسنه و انسان شدن هم تلاش بکنه و همینطور در این زمینه اینی که رسالت اساتی در مدارس تعلیم اخلاق و رفتار حسن هم هست از امام خمینی رحمت الله علیه یک جمله معروفی هست نشان فرمودن که شغل معلمین شغل است. یعنی دقیقا معلمین در مدارس در مراکز آموزشی کار را انجام میدن که انبیا انجام میدادن یعنی همانطوری که پیامبر و پیامبران گذشته برای جهل امت کمر بسته بودن که جهلشون رو برطرف بکنن خب معلمین هم وظیفهشون چیه؟ وظیفشون زدودن جهل از بین مردم هم. و این زدودن جهل صرف با انتقال یک سری معلومات ذهنی نمیشه بلکه با مسائل اخلاقی و بیان اونها نیز صورت میگیره و این از مهمترین مسئله است که جنبه اخلاق را هم در نظر داشته باشه بله لذا میفرماین در یک جمله من خلاصه کنم مثل که وقتم تمامه یعنی نقش معلم در میان جامعه بشری در مدرسه برای دانش آموزان نقش طبیب نسبت به مریضه بلکه قوی تر و مهمتر. طبیب و دکتر مریضای جسمی رو تداوی میکنه ولی حلی. معلم چکار میکنه؟ روح انسان جاهل را تبدیل میکنه به یک روح انسان عالی سر. تشکر میکنم از شما جناب استاد بدون شک به فرموده جناب آقای رضایی معلمان عزیزمون هم در این خصوص تا کافی رو باید داشته باشم که دانش آموزی که از مدرسه میایه به خانه با او کسی که از بیرون یا از جای دیگه میایه به خانه به صلاح دانش آموز نیست رفتارش باید فرق بکنه از دوران کودکی این چیزها باید آموخته شود بدون شک اگر در دوران سنین بیشتر شود که فکر میکنم تاثیرات آنچنانی نخواهد داشت تشکر میکنم و شما بینندگان عزیز که برنامه ما را تا اینجا به بیننده بودین انشالله که در یک فرصت دیگه باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود و همینطور تشکر شما جناب استاد که وقتان در اختیار ما قرار دادین و زحمت کشیدین امشب تشریف آوردین انشاالله که باز هم بتونیم از محضر شما استفاده بکنیم بینندگان عزیز برنامه ما همینجا به پایان میرسه تا یک برنامه دیگه خداوند یار مددگار شما باشه <applause>